نزدیک به 4 ماه گذشت. همه از راز من آگاه بودند. اگر بگویم از زندانی گرفته تا زندانبان انتظار کجال را می کشیدند، دروغ نگفته بودم. کم و بیش تلخی های زندگیم همچون قصه ای باور نکردنی بین هم سلولی ها می چرخید. به هم می گفتند او را می بینی؟ بیچاره، خدا به فریادش برسد. هستیش را به پای دختری ریخته که او را با 1000 مصیبت به آنچه میخواسته تبدیل کرده. دیگری میگفت او را میبینی؟ بیچاره پاروی خانواده، هستی، وجود خودش و اراده و قدرتش، حتی انسانیتش گذاشته فقط به خاطر همان دختری که حالا انتظارش دیوانه‌اش کرده. دیگری میگفت او را میبینی؟ او را میبینی؟ او را میبینی؟ بیچاره، بیچاره، بیچاره. فریاد زدم بس کنید. آری مرا ببینید. اما بیچاره نیستم. او می آید. یقین دارم که می آید. حالا خواهید دید. 6 ماه گذشت. این سکوت وحشتناک چه مفهومی دارد؟ چرا همه به من نگاه می کنند؟ چرا همه مهربان شدند؟ این سکوت وحشتناک را چه کسی بر من تحمیل کرده؟ برخواستم و فریاد زدم آهای نگهبان، این در رو باز کن، من باید تلفن بزنم. همه من را می شناختند و دیوان خطابم می کردند. برای مهم نبود، شاید حق با آنها بود. بالاخره باید یک روز واقعیت را قبول می کردم. زندانبان گفت چه خبر شده محتشم؟ چرا فریاد می زنی؟ گفتم باید تلفن بزنم. گفت به کی؟ خانوادت یا همسرت؟ گفتم به شما چه ارتباطی داره؟ در رو باز کن. خندید و گفت شوخی کردم، به دل نگیر، ما همه برای تو ناراحتیم. با عصبانیت و لحن تندی گفتم لازم نیست. اون که باید ناراحت باشه نیست، که باید دلسوزی کنه نمی کنه. دلسوزی و قصه خوردن شما چه تأثیری به حال من داره؟ یکی از ته سلول گفت همدردی دیگه داداش من. به اتاق جناب سروان امیری رفتم. گفتم میخوام یه تلفن به خانوادم بزنم جناب سروان، دیگه از این وضع خسته شدم، به خدا دیگه چیزی نمونده محتاج آسایشگاه روانی بشم. سروان امیری سرش رو به علامت ادراک احساس من تکان داد و تلفن سیاه را به سوی من به حرکت درآورد و گفت به هر جا که دلت میخواد تلفن بزن، حتی شهرستان، حتی خارج از کشور. دیگه چه کاری از دست من ساخته است؟ گفتم ممنونم جناب سروان، جبران میکنم. نفس عمیقی که شاید شبیه آه بود کشید و گفت حیف از شخصیت شما که ادامه نداد. نمیدانم چرا، شاید صلاح نمیدانست، شاید هم به هر حال من نیز صحبتی نکردم و انگشت را در شماره گیر تلفن چرخاندم. بعد لحظاتی که شاید برای یک قرن گذشت، ذهنم را آماده کردم که قرار است چه بگویم. صدای حاج خانم را شنیدم. قلبم از جا کنده شد. از خودم شرمنده بودم. از او و صدایی گرفتهش. دنیا در برابر دیدگان منتظرم تیره شد. گفتم الو، حاج خانم سلام، من فرهادم. جیغ کشید و گفت خفش و قاتل. و صدای کوبیده شدن گوشی چنان پتکی بر سر من فرو نشست.
8 ماه گذشت. افسرده شده بودم. گوشه ای می نشستم و زمزمه کنان شعری را بهانه اشکهای روانم می گردم. هیچ کس حتی کلمه ای با من سخن نمی گفت. همه دلشان می سوخت. در دیدگانشان جز ترحم نمی دیدم. دیگر کسی سر به سرم نمی گذاشت و به قول خودشان قلدری نمی کرد. چشمم به در زندان خشک شد. شاید خبری شود. حتی به یک تلفن یا یک نامه هم راضی بودم. روزهای زوج همچون دیوانه‌ای تک و تنها می نشستم و یکی یکی نام ملاقات کنندگان را در ذهنم ثبت می کردم تا شاید نامی از کجال بشنوم. نه، باز هم هیچ خبری نشد. یک سال گذشت. گفتم درو باز کنید. باز کنید، می خوام تلفن بزنم. یک تلفن به خانواده. نگهبان گفت چرا داد میزنی؟ چرا فریاد رو انداختی؟ صبر کن، الان باز میکنم. باید اول اجازه بگیرم. تو محتشمی؟ همون پزشکی که؟ گفتم آره محتشمم. همون پزشک دیوانه که خودشو به این حال و روز انداخت. حالا باز کن، باز کن. نگهبان گفت در رو شکستی دیوونه، خب صبر کن، همینطوری که نمیتونم باز کنم. گریه کردم. نوچنوچ های هم سلولی ها و افرادی که در سلول های دیگر بودند دیوانه ترم کرده بود. صدای فریادم در راه رو میپیچید. بالاخره در باز شد و من همچون گلوله‌ای به بیرون پرتاب شدم. بار دیگر تلفن سیاه در برابرم ظاهر شد. بار دیگر انگشتم در شماره گیر چرخید. بار دیگر حاج خانم گوشی را برداشت. گفت الو بفرمایید. گفتم حاج خانم تو رو به خدا قطع نکن. من توی زندان. مادرم گفت همون بهتر که بمیری قاتل. و دوباره قطع کرد. چند بار دیگر شماره گرفتم. بوق آزاد می زد. هیچ کس گوشی را بر نداشت. دل شکسته به سلول برگشتم. گفتم خدایا من چه کنم؟ خدا نیز جوابم را نمی داد. اما من جواب خدا را می دانستم. او می گفت آن روز که از من فاصله گرفته بودی از غضب من نترسیدی، ظلم رو پیشه کردی و به خاطر احساس جوانی رو از زیستن ناامید کردی. خدا را کاری با تو نیست. به آدرس قهوه خانه نامه نوشتم. نامه را به دست جناب سروان امیری دادم. خدا خیرش بدهد. گفت فوراً میفرستم به پست. 5 روز طول کشید تا بالاخره جواب نامه را دریافت کردم. نوشته شده بود جناب محتشم سلام عرض می کنم. پرسیده بودید از همسر و فرزندت چه خبر؟ والا بنده هم بی اطلاعم. حدود 1 سال پیش فقط 1 هفته مهمان ما بودند. اما روز هفتم وقتی از خواب بیدار شدم هیچ اثری از آنها ندیدم. حتی از پدر همسرتان. راه رفتن را از سر گرفتم. پایین و بالای سلول قدم می زدم. پایین، بالا، بالا، پایین. گویا سیگار هم می کشیدم. همه جا و همه چیز در سکوت وهم آلودی فرو رفته بود و شاید صدایی بود که من نمی شنیدم و چیزهای دیگری که نمی دیدم. می رفتم و باز می گشتم. با لحظه ها بیگانه بودم. دیگر گذشت زمان چه فرقی به حال من دارد؟ پاهایم توان رفتن نداشتند.
بینایی چشمانم را به تدریج از دست می دادم. می نشستم گریه می کردم. بر می خواستم و راه می رفتم. عشق چون سیل از چشمانم جاری بود. عشق ها و گریه ها و زاری ها که به سرعت در سراسر وجود و زندگی بیهوده هم گسترش یافت. روزها، ماها، سالها و شاید برای من چند قرن سپری شد. زمانی بس بلند و طولانی به درازای عمر چند نسل. لحظاتی سیاه و سنگین و طاقت فرسا. تبدیل به انسانی شدم که در فضا معلق مانده، نه پایگاهی و نه پشت و پناهی. همه جا سکوت، همه جا ظلمت، غوطه ور در رنج و تنهایی و یأس و ناامیدی. سرگردانی ابدی، جانی خسته و دردمند، رنجی نه چندان پنهان، دردی هولناک در عمق جانم. زندگی بی حاصل، عمر بی ثمر، از راه به بیراهه و بیراهه دیگری بی انتها و پرپیچ و خم. فرجامی در دوزخ چون حال، مثل لحظه ها و ساعات شب و روز. آتش، سوختن و تباه شدن، همه جا ویرانی و مرگ. شمع ها مردند، ستاره ها محو شدند. شادی و شادکامی رخت بربست، دنیا آکنده از زهر و سم. خیشتن را نظاره کردم. نگهبان گفت: محتشم، جناب سروان امیری با شما کار داره، بیا بیرون. صدای قفل و زنجیر و باز شدن درهای آهنی روحم را سوهان می کشید. از سلول خارج شدم، دیگر نه با گام های تند، آهسته و آرام و ناتوان، با کمری خمیده. جناب سروان امیری گفت: جناب محتشم، بنده واقعا متاسفم. من با اجازه خودم چندین بار با منزل پدرتون تماس گرفتم. نمیتونم طاقت شنیدن دارید و در حال حاضر گفتن چنین موضوعی درسته یا نه. تکیم را به دیوار دادم. گفتم: اتفاقی برای کجالی دخترم افتاده؟ میدونستم اون بیوفا نیست و حتما مشکلی سد راهش بوده. میدونستم. بگی جناب سروان، من طاقت شنیدنشو دارم. گفت: متاسفم جناب محتشم، اما خبری که باید به شما بدم راجع به خواهرتونه. گفتم: چی؟ خواهرم؟ گفت: میدونی چرا خانواده شما حاضر نبودن به تماس‌های شما پاسخ بدهن و هرگز به ملاقات شما نیومدن؟ البته فضولی و دخالت در ارتباط‌های خانوادگی نباشه، اما من به خاطر خدا این کار رو انجام دادم. بنده تلفن زدم تا وضعیت شما رو برای پدر و مادرتون توضیح بدم، ولی متاسفانه مجبور بودم که این خبر ناگوار رو به شما بدم. گویا خواهر شما در اثر یک بیماری فوت کردن. زانوهایم لرزید. کمرم روی دیوار سابیده شد و روی زمین نشستم. گفتم: یعنی توقع دارید من باور کنم که تنها خواهرم تو سن جوانی با زندگی وداع گفته؟ گفت: متاسفم، واقعا متاسفم. شما توی این 5 سال که اینجا بودین واقعا نمونه صبر و بردباری بودین. شما مرد بزرگی هستین با درونی فولادین. گفتم: اما سرنوشت و بازی تقدیر بالاخره کمر این مرد فولادین رو شکست.
شاید اگر محبت‌های جناب سروان امیری نبود، من هرگز نمی‌توانستم از بند رهایی یابم. 5 سال ستم بیهوده، عمر باطل. سروان امیری انقدر تلاش کرد و مثل برادری برای من دوندگی کرد تا بالاخره رضایت مادر نازنین را کتمن گرفت و تحویل دادگاه داد. اما من زمانی از دادگاه خارج شدم و چشمان مادر نازنین را پر از اشک دیدم، قسم خوردم که در اولین فرصت به یاری آنها بشتابم. بار دیگر آبی آسمان را نظاره‌گر شدم، خورشید طلایی را، بارش انوارش را بر چمنها و گلزارها، بر کویر و کوه و دشت. با خاطره ای از دنیای دور ولی پوچ و بی محتوا، توهی از هر گونه ارزش معنوی، موجب رنج و ملال و افزایش نفرت و انزجار، راه افتادم به سوی ناکجاها. می رفتم که با دلی لبریز از آرزوهای خرد شده و در هم فرو رفته به سمت نیستی بپیوندم و با هر چی که نشانه ای از زندگی دارد وداع جانانه بگویم. هیچ آدرس و نام و نشانی از کجال نداشتم. بار دیگر به دنبال او جاده ها را زیر پاهای خسته و ناتوان طی کردم تا به پاوه رسیدم. اهالی هیچ اطلاعی از او به من ندادند و گفتند 5 سال پیش فقط 1 شب، آن هم برای بردن پدرش به اینجا آمد. گفتند زن پدرش فوت کرده و فکر نمی کنند دیگر به این ولایت برگردند. به تهران بازگشتم، روسیاه به خانه پدرم رفتم. در باغ باز بود، زنی خوب و مهربان زیر درخت گردو دعای توسل می خواند. حاج خانوم بود، مادرم، خسته و خمیده. سلام کردم، نیم نگاهش به سویم چرخید، گفت برو که شیرم و حرامت کردم، برو بیرون. چشمم به نرگس افتاد که با سبدی کوچک و پر از دارو به سوی حاج خانوم می آمد. سلام دیگری کردم، او پاسخم را داد اما بسیار آهسته. بعد گفت چقدر پیر شدی فرهاد جان. به دیوار روبروی درخت گردو که فقط چند متر فاصله بین آنها بود تکیه دادم. به اتاق فریفته نگاه کردم. گرد و غبار روی پنجره ها و نرده های ایوانش نشسته، گل های شمعدانی خشک شده و شیشه ها فرو ریخته بودند. بوی غم می آمد، بوی عزا، صدای جیر جیر تاب زنجیری خالی که فقط جای فریفته بود به گوشم رسید. نگاهم را به همان سو چرخاندم. جای او یک گلدان و مقداری گلهای پرپر شده خشک شده ریخته بودند. صدای گریه کودکی را شنیدم، پسر بچه 5-6 ساله که روی ایوان ایستاده و اشک ریزان بهانه مادرش را می گرفت. او را نشناختم اما نرگس گفت بیا پایین امید جان، دایی فرهادت اومده. امید بود. خدای من چقدر بزرگ شده. بلوز و شورت سفیدی بر تن داشت و موهایش تازه سلمانی شده بود. جلو آمد، چقدر شبیه فریفته بود. بینی و لبهایش می توانست هر کس را که فقط 1 بار فریفته را دیده بودند به یاد او بیندازد. چشم ها و موجه های مشکیش، حتی حالت نگاه کردنش،
گفتم بیا جلو دایی جان، بیا بغل دایی ببینم. حاج خانم کتاب دعا را دست نرگس سپرد و دستها را روی زمین قرار داد تا بتواند راحت تر از زمین جدا شود. بعد با چند گام خودش را به امید رساند و دستش را به سمت ایوان کشید و گفت بیا بریم بچه، تو فقط یک دایی داری، اونم دایی فرزاده. اون دروغ میگه، اون با این خانواده هیچ نسبتی نداره. گفتم مادر، حاج خانم برگرد، من خیلی حرفا دارم. گفت تو همه ی حرفا رو گفتی و رفتی، ممکنه حرف زیادی هنوز تو دلت مونده باشه، اما دیگه توی این خونه بعد از فریفته گوش شنوایی نیست که بخواد یا بتونه بشنوه. داد زدم و گفتم مگه من فریفته رو کشتم؟ به سویم برگشت و بلندتر از صدای من گفت بله تو کشتی، تو اون زن از خدا بی خبرت، تو دخترم رو نابود کردی، زن کثافت تو دخترم رو دیوونه کرد، شوهرشو از راه به در کرد، دخترم دق کرد، دق کرد. وای فریفته. و اشک ریزان وارد ساختمان شد. نه دیگر این باغ بویی نداشت، پرندگان نمی خواندند، فواره ها خاموش بود، از ماهی گلی خبری نبود، حوض پر از لجن شده بود. تنها صدایی که به گوش می رسید صدای قورقور قورباغه و جیرجیر جیرجیرک بود. روی زمین نشستم، سرم را به دیوار کوبیدم. نرگس به سویم آمد و گفت فرهاد خان به دل نگیر، مادرت بیماره. بعد از فریفته هرگز کسی لبخند روی لب حاج آقا و حاج خانم ندید. حق دارن، میدونی چه جوونی رو از دست دادن. فریفته گل این خونه بود، محبوب و نور چشمی اونها. هیچ کس از گل نازکتر به اون. گفتم بس کن نرگس، بگو چی شد، تعریف کن ببینم چه اتفاقی افتاد. چرا حاج خانم میگه من قاتل فریفتم؟ چرا میگه من باعث مرگش شدم؟ نرگس کنارم نشست و تکه چوبی برداشت، روی خاک نقش و نگار جا میگذاشت و حرف میزد.